اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین. امیدوارم که روزهای پایانی ماه مبارک رمضان را با طاعت و عبادت چندان ان شاء الله سپری بکنیم و بتوانیم از این ساعات، لحظات و روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان کمال استفاده را بکنیم. پیشاپیش عید سعید فطر را خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. از این که در شب و روز عید خیلی تماس ها و پیام ها زیاد می شود، لذا بنده این کلیپ را دوباره و مجدداً خدمت شما تقدیم می کنم که شما خودتان فطریه تان را حساب بکنید. زکات فطره که کلیپ مفصلترش هم در کانال بنده موجود هست، خب خیلی خلاصه من عرض بکنم، فقط 3 کیلو گندم، برنج یا مثلا خرما و از این دست قبیل مواد خوراکه رو 3 کیلو را قیمتش رو بسنجید. هر کس در محل خودش، مثلا در استرالیا اگر ما هستیم، 3 کیلو گندم چند میشه؟ حدود $3. 3 کیلو برنج چند میشه؟ اگر کیلوی $3 حساب بکنیم $9. برنج بهتر پیدا بگوییم $12. برنج بالاتر بگیریم $15. خب پس کسانی که میخواهند از برنج حساب بکنن و جایش هم هست که اکثرا چون ما برنج مصرف میکنیم و غذای بهتر میخوریم، کسایی که در خارج از افغانستان و ایران و اینجا هست، همین 3 کیلو برنج را حساب بکنن. هر کس در محله خودشونه که در آلمان هست، در آمریکا هست، در اروپا هست، در استرالیا هست، در افغانستان هست، در پاکستان هست، 3 کیلو برنج را ببیند چند میشد. در مثلا در استرالیا 3 کیلو برنج $9 استرالیا هم می شود، $12 هم می شود، $15 هم می شود. خب احتیاط بر این هست که هر چقدر بیشتر بدهید همونقدر ثوابش بیشتر هست. این بیمه بدن هست. شما چطور میرین یک ماشین خوب اگه داشته باشین او رو بیمه بالاتر میگیرین که فول بیمه باشد، فول انشورنس باشد. خب برای بدن خود و خانواده هم اگر میخواهیم بیمه کامل و خوب بگیریم، خب بهتر است که بالاتر بگیریم. پس عزیزان توجه داشته باشند که زکات فطره رو بدل از همون برنج 3 کیلو، بدل از گندم 3 کیلو، بدل از خرما 3 کیلو حساب بکنن و پیشا پیش بفرستن به کشورهای فقیر مثل افغانستان، مثل ایران، مثل پاکستان، و می توانند که به عنوان قرض الحسنه اون رو به فقیر قبل از عید برسانند که اینم خوب است، و شب عید نیت همون فطر بکنند، یا نه بگذارن دست وکیلشان در افغانستان بگن همون شب عید شما یا روز عید قبل از اذان ظهر به دست فقرا برسانید. خب به هر صورت شما انشاءالله از همین روزها اقدام بکنید و این پولها را برای فقرایتان بفرستید. اینه که مؤسسات پول جمع می کند و یا برای حقیر و امثال بنده می دهد خوب است، ولی با این که الان صدها فقیر را بنده سراغ دارم، ولی بنده به هیچ وجه تشویق نمی کنم که برای بنده بدهید. در صورتی که شما در ارحامتان و همسایگانتان در افغانستان فقیر داشته باشید، البته باید احتیاط لازم هست که برای فقرای شیعه، و بعضی ها میگن واجب هست برای فقرای شیعه بدهید، و خب اگر در همسایه‌های قدیم شما در افغانستان یا فامیل های شما در افغانستان هست و اونها محتاج هستند و فقیر هم معیارش همون هست که 1 سال خرج خود را و یا امید به درآوردن خرج خود نداشته باشد، همین فقیر هست. فقیر اون نیست که حتما در روی سرک بیای گدایی بکنه. همینی که خرجش با دخلش نمی سازد، عاید ندارد و امید عاید هم ندارد و خرج سالش را هم ندارد، همین فقیر هست. لذا با اونها انشاءالله شما خودتان بپردازید.
پس مقدار زکات فطره در استرالیا چقدر شد؟ حدود احتیاطش همین هست که 15 دلار، می توانید 12 دلار هم حساب بکنید، می توانید 9 دلار حساب بکنید. و یک نکته شرعی دیگر را هم اضافه بکنم که بعضیا میفرمایند خب پول فطریه باید از پول حلال باشد، اونهایی که اهل خمس نیستن اینطوری هم می توانند که 12 دلار رو به نیت 3 کیلو برنج فطریه حساب بکنن و 3 دلار اون را به عنوان خمس، به عنوان خمس همین 15 دلار جداگانه که نصفش سهم سادات می شود، نصفش سهم امام، ان شاء الله تقدیم بکنن به عزیزان. و لذا شما باید توجه داشته باشید که این زکات فطره خیلی به این سادگی انجام می شود و اول ارحام و فامیله های فقیرتان را دریابید، بعد همسایگان، و بعد در اینها هم فرمودن بعد از اینها یا قبل از اینها حتی بر علما، بر طلبه ها، بر اهل علمی که اینها محتاج هستن اینها افضلیت دارد، که الان هم حوزات علمیه خیلی دچار مشکل شده است، مخصوصا روحانیون و طلبه های افغانی خود ما و اونهایی که در ایران هم زندگی میکنن، اونها هم دچار خیلی بیچارگی و فقر شدن. شما محترمانه این زکات فطره تان را میپردازید. البته زکات فطره عام به سید نمیرسد، ولی برعکسش میشود که زکات فطره سید به عام داده شود. خداوند انشاءالله این توفیق را به ما عنایت بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.